جبهه جنوبی بسیار قوی بود و انگلیس ها ترسید که اگر جبهه جنوبی قوت بگیره هندوستان آزاد خواهد شد، به مخاطر بود که پیشنهاد متارکه کرد و امان الله خان از ترس ای که جبهات جنوبی و جنوب غربی سقوط نکنه متارکه را قبول کرد و بعد از متارکه حیات مصالحه در بین گشت که در اولین مرحله در میسوری چی به صورت گرفت معاهده و در اونجا خط دیورند یا معاهدات سابقه تایید شد، اما در معاهده دومی که در 1921 شد در اونجا انگلیس ها قبول کرد که تمام معاهداتی که قبل از این با افغانستان شده او لغو است. علی آقاد خان نماینده امیر امان الله خان در تماس با مقامات برطانیایی موافقتنامه استقلال امضا کرد. دو نوشته میکنه در ماده 5 موافقتنامه که دولت افغانستان سرحد هند و افغانه، اما طوری که توسط امیر مرحوم پذیرفته شده بود میپذیرد. بعد از او هنری دابز در سال 1921 یعنی 3 سال بعد موافقتنامه که ایده راولپندی امضا شده بود ایره منسوخ میکنه و توافق جدید امضا میکنند. در ماده 2 توافق جدید چی گونه گفته شده؟ این طور آمده که دو طرف مرز هند و افغان همونطوری که از سوی دولت افغانستان در ماده 5 مائده 8 آگست 1919 یعنی 3 سال پیش در راولپندی پذیرفته شده بود متقابلا میپذیرد. باز دیگه گفته شده که هر یک از طرفین در مدت 3 سال میتونه که مائده را منسوخ کنه، فسخ کنه، یک چیز گفته شده بود، اما تا امروز که ما اینجا صحبت میکنیم هیچ کسی او را منسوخ، یعنی بعد از 3 سال منسوخ اعلان نکرد، تا ای که در لویه جرگه 1343 این کار عنوان شد که 10 سال گذشته بود. معاهده دیگر وقتی که امضا می شد افغانستان تحت حمایه انگریزا بودن، تحت حمایه انگلیسا بودن، از او خاطر یک معاهده بسیار با فشار سر امیر عبدالرحمن خان امضا شد. عبدالرحمن خان ضرورت داشت با استقلال سیاسی افغانستان که افغانستان قوی تر شود، در گام دوم در قدم دوم امان الله خان شاید به این مسئله متوجه می شدن و چون اختشاش دومی بوجود نمود از او خاطر امان الله خان وقت پیدا نکد که معاهده دیوران طور مکمل از بین ببره. دو وقت افغانستان یک سلسله مشکلات سیاسی داشتن، از او خاطر امان الله خان و نماینده های امان الله خان در معاهده لاورپندی طور زمینی به این مسئله مکس کرد، مگر طور کلی هیچ حکومت افغانستان غیر از شخص خود عبدالرحمن خان هیچ حکومت افغانستانی معاهده را طور مکمل برسمیت نشناخت. محمد نادر شاه که 23 سال عمرش را در دیره دون هندوستان تحت حاکمیت بریتانیا گذاشتانده بود، وقتی با خانوادهش وارد کابل شد، خیشاوند شاه در دربار حبیب الله خان گردیده، روز تا روز به قدرت و نفوذش افزوده می شد. وی در سال 1921 مقام وزارت حربی را داشت، تا اینکه شاه امان الله خان به نسبت فعالیت‌های سیاسی مرموز محمد نادر خان و خانواده‌اش او را به فرانسه فرستاده و از وظایف دولتی طرد نمود. نادر خان در شورای ملی 1931 میلادی افغانستان اطمینان خاطر داده بود که سیاست من در افغانستان آشکار است، تمام معاهداتی را که حکومت‌های سابق با دول متحابه عقد کرده بودند من تصدیق کردم، دیگر معاهده سری و علنی ننمودم. نادر خان از کانال قلمرو انگلیسی آمد به قدرت رسید با کمک اقوامی که تحت تسلط هند بریتانیایی بود. بنان اون مشکل بسیار کمی داشت. وقتی که به کابل آمد که سیاست ما هیچ سر رازه، چیز سر سری و به اصطلاح پنهانی وجود نداره، وابستگی مطلق به انگلیس داشت، انگلیس هیچ وقت برش درد سر خلق نکرد. اما در 6 جولای 1930 مارشال شاه ولی خان
به عنوانی آرتور هندرسن وزیر خارجه بریتانیا نوشته میکنه که در پاسخ من، در پاسخ به فرمایشات شما، من نیز افتخار دارم که رسما قید بکنم که درک ما هم ایست که این مائده، اما مائده 1921 راول پیندی و مائده تجاری که در سال 1923 منعقد شده دارای اعتبار تام بوده و کاملا مریول اجرا است. آغاز سلطنت محمد ظاهر شاه که با تغییرات مهمی در ماورای خط دیورن به ویژه در پیوند با قیمومیت نظام پس از هند و انگلیس است، شکل فرسایشی را به خود گرفت. هرچند هر دو سوی مرز از نبود موضع‌گیری های معین رنج می بردند، اما حاکمیت های هر دو سوی مرز ارجحیت های قومی بر قضایای دیورند به خوبی می دانستند. از سوی دیگر در سایه مهمی که رهبران آزادی خواه هند و پاکستان و جنگ های قومی میان هندوها و مسلمان ها در این دوران باعث مرگ هزاران انسان بیگناه گردیده بود، باعث فرسایش مرموز شده بود. هرچند می توان این دوران را به سه بخش تقسیم بندی کرد. بخش نخست را ادامه راهکردهای دوران نادرخان می ساخت. دوره دوم را تحولات و دیدگاه های گذار این دوران با ایجاد تغییرات در سیاست پیرامون خط دیورن بود. در این دوران شخصیت های آزادی خواه بر دولت فشار می آوردند تا واکنش هایی که بتواند ذهنیت های تحریک آمیزی را از سوی دولت افغانستان خلق کند مطرح نماید. بخش سوم را دیدگاه های اصلاح طلب که به بخش روشن ضمیران و روشن فکران شهرت حاصل کرد، آنها خط دیورن را برخلاف موازین قبول شده بین المللی و منافع تاریخی افغانستان می دانستند. شخصیت های برجسته در این دوران در مقامات های ارزشی و ملی جانبازی کردند و اکنون نام های جاودانشان در تاریخ معاصر کشور بازتاب دارد. وسعت دیدگاه هر سه بخش این دوران ایجادگر سکتور فعال سیاسی در کشور گردید. احزاب سیاسی شکل گرفتند و جنبش‌های اجتماعی فعالتر از پیش وارد صحنه سیاسی کشور گردیدند. این تصویر را به خصوص در دهه که به نام دهه دموکراسی نام گرفت به خوبی میتوان مشاهده کرد. شاه محمود خان در دوره حکومتش تلاش کرد که پشتونها جزو هندوستان نباشد و حق خود ارادیت برایشان داده شود. در این باره با انگلیس ها ارتباطات گرفت، سفرهای صورت گرفت، اما انگلیس ها قبول نکرد و بالاخره وقتی که هندوستان تقسیم می شد انگلیس ها فقط دو صندوق گذاشتند، صندوق به نام هندو و مسلمان، و برای پشتونها حق ندادند که نظر خود ابراز کنه و در باره سرنوشت خود سهیم شود. به مو خاطر بود که دولت افغانستان هم پاکستان به رسمیت نشناخت و مردم آن طرف خط دیورند نیز در بنو جلسه را دایر کرد و به خون خود اعلامیه را نوشت که در او آمده بود که پشتونها نه پاکستان می خواهد و نه هندوستان می خواهد، برای خود کشور مستقل و آزاد می خواهد. و افغانستان اینمی اعلان از دنیا را تایید کرد و بالاخره جرگی دیگه در کابل دایر شد و به نام د خپلواکۍ تړون یک معاهده را امضا کرد که ما پشتونستان می خواهیم و آزادی پشتونستان می خواهیم. و او مبارزاتی که از به وجود آمدن خط دیورن در قبایل